در همین رابطه همراه هستیم با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین. خانم بهرامی خوش آمدید. خانم بهرامی، چه تخلفات قانونی برای ساخت این سد رخ داده و الان چه فعالیت‌هایی انجام شده برای توقف این پروژه؟ ببینید، از سال 86 مطالعات در مورد این سد شروع شده و سال 90 تقریبا نخستین پروژه عمرانی اون آغاز به کار کردن، ولی خب تا امسال به خاطر کسری بودجه و اعتراضات متعدد و شکایت قضایی که یک بار پروژه رو متوقف کرد و اینکه پروژه ارزیابی‌های متفاوت در حوزه محیط زیست، در از ارزیابی برای سازمان میراث فرهنگی به خاطر اینکه بخش زیادی از آثار باستانی که تحقیقات متعدد نشون میده که قدمت بسیار زیادی دارن، هم با آبگیری این سد در واقع مدفون خواهد شد، به دلایل مختلف متوقف شده و الان خب بودجه جداگانه و مجدد بهش تعلق گرفته، این پروژه کلید خورده. مسئله ای که این سد داشته اینه که مجوز اصلی اون که بعد از مطالعات سال 86 در واقع شروع شده حول فقط یه نیروگاه برقابی بوده، اما الان اساساً کارکرد این سد تغییر کرده، با یه مخزنی که جز 5 مخزن بزرگ سد در ایران به حساب میاد و قرار شده که تونل و پروژه‌های انتقال آب به استان‌های دیگه که انتقال بین حوزه‌ای به حساب میاد هم اضافه بشه به پروژه، که هیچ کدوم اونها ارزیابی محیط زیستی نداره، حتی ارزیابی اجتماعی هم نداره، برای اینکه ما می‌دونیم منطقه زاگرس همین امروز هم با تنش‌های جدی آبی و انرژی مواجه هست. نکته دیگه اینه که اینقدر این پروژه در واقع ارزیابیش قدیمیه که الان مسئله تغییر اقلیم، مسئله تغییر بارش، تبخیر آب که به شدت در همین استان تغییر کرده و ما شاهد بودیم که مثلا سدهای ناتوان از دور تولید انرژی خارج شدن، یا استانهایی در شهرهایی در روستاهایی در خود استان کوکیلوبوی رحمت، استان چهارمحال بختیاری، در پایین دست خوزستان به شدت درگیر تنش‌های آبی هستند. بخش زیادی از این افرادی که کوچانده خواهند شد که شما هم بهش اشاره کردین، که ورزان و ایلات اشرایی هستن که باز میخوان اینم تبدیل به حاشیه نشین بشن، تجربه‌ای که در مورد سد گتوند و چمشیر هم اتفاق افتاد. اما خب پروژه دوباره کلید خورده و من میدونم که 2-3 روز پیش اعتراضات جدی در یاسود شکل گرفت و الان هم با حمایت از معاونت انسانی سازمان محیط زیست استان کوکیلوی بوی رحمت و حمایت خود مردم و فعالین محیط زیست در استان کوکیلو بوی رحمت، یک شکایت قضایی هم شکل گرفته حول این و تقاضای تغییر ارزیابی و در واقع اضافه کردن ارزیابی جدید به پروژه. خانم بهرامی، ساخت این سد چه نتایج انسانی و محیط زیستی خواهد داشت برای منطقه؟ ببینید، آمار میگه که 4 تا 10 هزار نفر با آبگیری این سد روستاهای 21 تا 24 روستا زیر آب خواهد رفت و این افراد کوچانده میشن. هرچند که سال 96 5 تا زمیمه اضافه شد به جزء شروط در واقع ساخت این سد، که یکیش حمایت و جا دادن جدید به این افرادی بود که کوچیده میشن از اونجا، اما خب مسئله اینه که اون افراد زندگیشون کشاورزی و دامداریه که وابسته به اون اقلیمه، وابسته به اون آب رودخانه خرسان بوده و اونا کجا کوچانده میشن، تبدیل میشن به حاشیه نشین در کلان شهری به دیگری در این استان، تجربه تلخی که خب این استان ها داشتن. نکته مهم دیگه اینه که این آبگیری این سد خب همونجوری که گزارش های متعدد هم نشون میده، در واقع ذخیرگاه دنا رو تحت تاثیر قرار میده، 12,000 هکتار جنگل بلود زیر آب خواهد رفت و همینطور مسئله مهم دیگه اینه که پایین دست استان خوزستان به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. انتقال آب این از این استان به یزد، به فارس، به استان کرمان، اصفهان میتونه بحرانهای بسیار جدی به وجود بیاره، برای اینکه فرم و شکل توسعه ناقواره‌ای که ما تجربهش رو در پروژه‌های متعدد داشتیم دوباره تکرار خواهد شد. و اساساً چرا باید آب با هدف توسعه صنایع نمیدونم گوشت و سرامیک و اینا منتقل بشه به فلات مرکزی، در حالی که خود مردم در این منطقه سهم کمی از آب سدها داشتن، که علارغم اینکه در نزدیکی اون سدها زندگی میکنن سهمی از آب اون سدها نداشتن، و در اشتغال هم خب بخش زیادی از استانهای زاگرس نشین الان در آمار فلاکت، در آمار مهاجرت، در آمار خالی شدن روستاها از سکنه جز نخستین استانهای ایران هستند. به این ترتیب اگر قراره بر ایجاد اشتغال باشه، قراره بر
مصرف آب، مدیریت آب هم باشه، خب بعد خود بله این استان ها در اولویت باشن، وگرنه میتونیم اون رو در واقع بدون به این شکل ببینیم که به راحتی میتونه منجر بشه به تنش های اجتماعی جدی، کمان که اشاره هم کردم که ارزیابی اجتماعی برای این سد انجام نشده. ممنونم از شما اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست.